تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر سفره قرآن و وحی و مائده آسمانی مشغول گفتن تفسیر روان و ساده و قطره‌ای هستیم. از اول قرآن رسیدیم به جزء هفتم سوره انعام و الان آیه 58. با هم بشنویم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. هم از پیغمبر ما هم از بعضی پیغمبرهای دیگه کفار میخواستن که او وعده هایی که میگید خدا جهنم هست و عذاب، زودتر بیاد ببینیم، ما میخوایم عذاب خدا رو ببینیم. یالا 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 فعتنا به ما تعیدنا، او وعده هایی که میدی قهر خداست، ببینیم. امتر علینا حجاره، یالا سنگ از آسمون بیاد ما ناوچیم ببینیم. در آیه قبل فرمود که ما عندی ما تستعجلون، اون قهری که شما عجله میکنید ما عندی، دست من نیست، خداوند حکیم، هر وقت بخواد قهر ها بکنه. یکی شما میگید یالا همین دو بعد از دار عذاب بیاد، خداوند حکمت شد در اختیار حوث های شما نبیذاره. کدوم بچه مدرسه حاضر به تو اتاق مدیر مدرسه بگه یالا یالا یک ساعت دیگه امتحان کن، پنج دقیقه دیگه امتحان کن ببینیم، حاضر به گوش فروش بود یالا یالا همین الان گوسان بکش. ما به مردم نمیتونیم ای تو امرانه کنیم که یالا یالا فوری، اینا به پیغمبر میکنن یالا به خدا بگو فوری فوری. آیه قبل فرمود ما اندی ما تستعجلون، اونی که شما عجله میکنید ما اندی، دست من نیست. این آیه هم فرمود که آیه 58 که الان میخوام تفسیر کنیم اینه، قل لو ان اندی ما تستعجلون، بگو اگر نیست، اول که گفتم نیست، ما اندی، آیه قبل گفت ما اندی، این دست من نیست، حالا لو، این حالا اگر، لو ان اندی ما تستعجلون به، اگر در اختیار من بود اون قهری که شما عجله میکنید و من طبق درخواست شما عذاب را دعا میکردم نازل بشه نازل میشد، وقتی که شما نبودید لقضی الامر بینی و بینکم، دیگه کار بین من و شما پایان گرفته بود، دیگه شما نبودید. یعنی شوخی نیست، اول که دست من نیست، حالا اگر دست من بود دیگه شما نیستید. بعد فرمود والله اعلم بالظالمین، خداوند به حال ستمگران آگاه تره، به موقع مجازات میکنه. و ای آیه میخواد بگی که عجله مردم حکمت خدا رو عوض نمیکنه، خدا حکیمه، طبق حکمتش کارش انجام میده. یعنی مثل یه قاضی که باید با عدالت قضاوت کنه، مردم پشت در قوه قضاییه و دادگستری هی داد بزنن شعار بدن، نباید هیاهوها فکر قاضی رو از عدل جدا کنه. عجله و هارت و هورتای شما حکمت خدا رو تغییر نمیده. شما تستعجلون، شما عجله میکنید، ولی والله اعلم، خدا عالمتره، طبق مصلحت انجام میده. کیفرها به دست خداست، اگر به درخواست کفار خدا عجله بفرسته هیچ که باقی نمیمونه. جای دیگه هم داریم که میفرماد که لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. یعنی در سوره یونس آیه 11، اگر خداوند برای مردم قهر خودشو عجله کنه دیگه هست که هیچ روز زمین باقی نمیمونه. خلاصه تأخیر در قهر و عذاب سبب نشه که کافران خیال کنن که اینها خدا اینها فراموش کرده. والله اعلم بالظالمین، خدا به همه ظالمین آگاه داره، یعنی کارتون رو میدونم، خوبم میدونم، از خودتونم بهتر میدونم، حواسم جمعه، ما از مردم غافل نیستیم، از کار شما غافل نیستیم، هیاهو شما رو میدونیم، اما این موجها باعث نمیشه که ما دست از کار حکیمانه خود برداریم، سراغ حواس شما بریم که حالا شما میگی ساعت 8 عذاب بیاد ساعت 9. خب پیام این آیه بود که خداوند برنامه‌اش اینه که به افراد مهلت بده، از مهلت خدا سوء استفاده نکنیم،
اگر خدا مهلت داد، مهلت داده که ما عذرخواهی کنیم، توبه کنیم، فکر کنیم، تعقل و تفکر کنیم، از راه خراب و بد خودمون دست برداریم. اگر شما دیدید خدا مهلتتون داده، فکر نکنید خدا غافله، فکر نکنید خدا شما رو دوست داره. این که شما هیاهو میکنید یالا یالا عجله میکنید که خدا قهر برسه، اگر خدا کار بکنه رو کره زمین کسی باقی نمیمونه. این لطف خداست که عجله نمیکنه، مهلت ده. بسیاری به خاطر مهلت توبه کردن، برگشتن. اگر هر کس تا گناه که خدا مچش بگیره کیه که گناه نکرده؟ اگر تا گناه که اصلا گای میگن چرا خدا حواله نسیه میده؟ خوبه هر که خوبه همینجا دنیاش بده، هر که بده همینجا. اگر خدا هر که خلاف که همینجا کیفر کنه و کسی رو کاری زمین نمونه. از الطاف خدا اینه که مهلت بده و انسان بالاخره مرضای پیش میاد، فقری پیش میاد، مشکلات پیش میاد، انسان از غرورش دست برمی‌داره، به سمت خدا انابه و تضرع میکنه، برمیگرده توبه میکنه، کاراش رو اصلاح میکنه. این لطف خداست که عجله نمیکنه. اصلا امیرالمومنین در دعای کومن میگه ولا تو عاجلنی به ما عمل تو، خدای عجله نکن، اگر خلافی از من سر زده صبر کن، شاید من برگشتم. این لطف خداست، مهلت بده. لطف معلم به شاگرده که میگه خیر من به شما فرصت مطالعاتی میدم، یه بار دیگه کتاب بخون، یه بار دیگه از شما امتحان میگیرم. این لطف معلمه. چرا شما از این لطف تو استفاده میکنید؟ میگید خدا غافل شده، خدا یادش رفته، ما محبوب خدا هستیم، خرابکاری های ما درسته. خب این آیه 58 هم این بود. این آیه تا اینجا تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.